Hey, Phoebes, guess who we saw today? Oh, fun, okay. Liam Neeson. No. Morley Safer. Nope. Okay, London, this could be a really long game. سلام به همگی، امیدوارم عالی و پر انرژی باشید. من فاطمه خمسه هستم و توی این کانال اصطلاحات و فریزال ورپای سریال فرندز را آموزش میدم. علاوه بر یه سری تیکه و اصطلاحات که بچه ها استفاده میکنن و برای ماها ناآشناست، معنی و مفهوم خاصی نداره، ولی من اونا را میرم پیدا میکنم، میبینم که منظورشون چی بوده و میام به شما میگم. خب اپیزود 16 از فصل اول سریال هستیم، داستان فیبی و جوی. بریم ببینیم که چی میشه. Your sister Ursula. Oh, really? Yeah, she works over at that place. Riff's, yeah, I know. Oh, you do? Because she said you guys haven't talked in like years. Yeah. جوی و چندلر اومدن توی کافه به فیبی میگن که خواهرش رو دیدن و متوجه میشن که خیلی ظاهرا این دوتا خواهر رابطه خوبی با هم دیگه ندارن و خواهر فیبی بهشون گفته بوده که ما خیلی وقت هم دیگه رو ندیدیم. جمله چندلر چیه؟ Because she said you guys haven't talked in like years. چون اون گفتش که شما مدت هاست که با هم دیگه حرف نزدید. Because she said you guys haven't talked in like years. چون اون گفتش که شما مدت هاست که با هم دیگه حرف نزدید. Because she said you guys haven't talked in like years. چندلر میخواد بگه که مدت هاست که با هم دیگه حرف نزدید. از چه اصطلاحی استفاده میکنه؟ In years. In years. So in years means in a long period of time. یعنی یه مدت زمان خیلی طولانی. مدت هاست. مثلا یه دوستت رو مدت هاست که ندیدی. زمان طولانیه که ندیدی. We haven't seen Marie in years. In a long period of time. We haven't seen Marie in years. ما مدت هاست که ماری رو ندیدیم. I feel like we haven't had a vacation in years. من احساس میکنم انگاری که مدت هاست یه تعطیلی نداشتیم. I feel like we haven't had a vacation in years. من احساس میکنم که انگار مدت هاست ما یه تعطیلی نداشتیم. خب عبارت فوق العاده پرکاربرد feel like رو من توی اپیزودهای دیگه براتون توضیح دادم، لینکش رو میذارم، حتما برید ببین. I haven't had a drink in years. I haven't had a drink in years. I haven't had a pearl onion in years. این عبارت in years رو در مورد عادت‌هایی که مدت طولانیه که ترکش کردیدم میتونید استفاده بکنید. چجوری؟ I used to smoke 2 packs of cigarettes a day, but I haven't had a cigarette in years, in a long period of time. I used to smoke 2 packs of cigarettes a day. من قبلنا 2 تا بسته سیگار توی یه روز میکشیدم. But I haven't had a cigarette in years. ولی مدت هاست که یه دونه سیگارم نکشیدم. I haven't seen Lee in years. So, is she fat? Not from where I was standing. Where were you standing? تنها سوالی که برای فیبی پیش میاد اینه که بپرسه خواهرش چاقه یا نه. میگه که is she fat? اون چاقه. جویی هم چی میگه؟ Not from where I was standing. از نقطه نظر من نه. Not from where I was standing. به نظر من نه. اصطلاح اصلی from where I stand. From where I stand. From where I stand means according to what I know or feel. بر طبق اون چیزی که من میدونم یا احساس میکنم. میشه همون به نظر من. از نقطه نظر من. ولی جالبی سریال فرندز اینه که خیلی وقتا از اصطلاحات به معنی لغویش استفاده میکنن که یه داستان طنزی ایجاد بکنن. اینجا هم فیبی اصلا متوجه جمله جوی نمیشه. به چندلر میگه که where are you standing؟ تو کجا وایساده بودی؟ انگاری که از جایی که جوی وایساده بوده خواهرش لاغر به نظر میومده، حالا داره از چندلر میپرسه که تو کجا وایساده بودی؟ نظر تو چیه؟ خب بریم مثال بزنیم. I don't know what she's so mad about. From where I stand I did nothing wrong. من نمیدونم که اون بابت چی انقدر عصبانیه. از نظر من، من هیچ کار اشتباهی نکردم. I don't know what she's so mad about. من نمیدونم که اون بابت چی انقدر عصبانیه. From where I stand, I did nothing wrong. به نظر من، من هیچ کار اشتباهی نکردم. Not enough from where I'm standing. Not enough from where I'm standing.
From where I stand, you are the biggest threat to the team. I haven't seen him in years. I haven't seen him in years. خب یه نکته دیگه که توی این سکانس هست توضیحی که فیبی داره میده. داره راجع به خودش و خواهرش میگه که میگه یه سری داستانای خواهرانه احمقانه است که باعث این اختلافات شده. این جمله‌ای که میگه رو دقت بکنید. Like everyone always thought of her as the pretty one. Like everyone always thought of her as the pretty one. مثل این که همه همیشه اون رو به چشم اونی که خوشگله میدیدن. اون رو به عنوان اونی که خوشگله در نظر می گرفتن. Phoebs, so you guys just don't get along? It's mostly just dumb sister stuff, you know. I mean, like everyone always thought of her as the pretty one, you know. Think of someone. من تفاوتای think of و think about رو توی یه اپیزود دیگه کامل براتون توضیح دادم. لینکشو میذارم حتما برید ببینید. نکته‌ای که میخوام اینجا بگم اینه که یه سری از این اصطلاحات، یه سری از این حالا phrasal verb ها، چیزایی که یاد میگیریم چون خیلی تفاوت‌های ریزی دارن، مثلا think of و think about یه خورده تفاوت‌هاشون تشخیصش سخته برای ماها، بهتره که دقت بکنیم توی متن سریال اون جایی که داره ازش استفاده میشه رو با دقت گوش کنیم، متوجه بشیم که ببینیم کجا و به چه شکل داره استفاده میشه که این تفاوت‌ها رو بهتر درک بکنیم. من خودم وقتایی که مثلا یه سری ویدیو به زبان انگلیسی میبینم که انگلیسی زبان ها دارن یه سری چیزها رو توضیح میدن، خودشون هم همیشه میگن، حتی گاهی وقتا خودشون هم نمیدونن یه چیزی دقیقا تو چه مواردی استفاده میشه، میگن بستگی به اون متن داره. خودشون هم میگن که شما هر وقت یه چیزی رو یاد میگیرید برید تو متنهای مختلف جای مختلف دقیق بررسیش بکنید، ببینید که توی موارد مختلف چجوری داره استفاده میشه، کجا داره استفاده میشه که درست کاربردش رو یاد بگیرید. ما هم باید همین کار رو بکنیم دیگه. پس این یه نکته بود راجع به think of که باز هم بیشتر توی متنهای سریال دقت بکنید که ببینیم که چجوری باید دقیق ازشون استفاده بکنیم. خب اینم از اصطلاحات این قسمت. تا پست بعدی فعلا خدا نگهدار.